کلبه عموتام، نویسنده هریت بیچر استو. فصل 31، سفر دریا. تام در کنج کشتی که از رودخانه سرخ بالا می رفت با دست و پای به زنجیر بسته نشسته بود. به نظر تام همه روشنایی های آسمان خاموش شده بود. حتی ماه و ستاره ها و تمام آرزوها و رویاها. حتی در کنتاکی، زن و فرزندان او، ارباب های مهربان، خانه سنکلار با همه شکوه و جلال و نعمت آن، موهای بور اوا و نگاه های آسمانی او، چهره سنکلار مغرور و زیبا اما همیشه مهربان برای همیشه از دیدگان تام فرار کرده بودند. یکی از بزرگترین دردهای بردگی در همین نکته است. سیاهی مهربان وارد خانواده محترمی می شود و در آنجا احساساتی به دست می آورد که به پیروی از آن محیط تا اندازه اشرافی و تجملی است. ناگهان به چنگ اربابی خشن و بی‌رحم می افتد. مانند اساسیه‌ای که روزی زینت بخش تالاری با شکوه بوده. اما همین که از شکل افتاد در پیشخان قهوه خانه ها قرار می گیرد و باز وارد مکانی پست‌تر می شود. با این حال یک تفاوت نیز میان آنها موجود است. میز یا صندلی کهنه احساس ندارد، اما انسان درک می کند. قانون هرچه از دستش برمی آید انجام دهد، اما هرگز نمی تواند به راستی روح را از وجود او دور کند و دنیای خاطرات و امید و عشق و آرزویی را که در دل داشت از او بگیرد. پس از اینکه آقای سیمون لگری، ارباب جدید تام در شهر نیو اورلینز 8 برده خریداری کرد، آنان را با دستبند آهنی به داخل کشتی که در بندر لنگر انداخته و عازم حرکت روی رودخانه سرخ بود هدایت کرد. لگری آنان را سوار کرد و کشتی به راه افتاد. سپس لگری با همان روشی که اطلاع دارید برده های جدید را بررسی کرد. آنگاه در مقابل تام توقف کرد. به تام دستور داده بودند که برای حضور در حراج بهترین لباس‌های خود را بپوشد. پیراهن زیبایی با یقه آهاری پوشیده بود و کفش‌هایی براق و واکسده به پا کرده بود. لگری به تام گفت: برخیز. تام به سرعت از جا برخاست. این لباس‌ها را در بیاور. و چون به دست عمو تام دستبند زده بودند و نمی‌توانست به سرعتی که او میل داشت پیراهن را در بیاورد، خود لگری در کمال خشونت پیراهن را بیرون کشید. سپس به طرف چمدان تام رفت. این چمدان را در ابتدا بررسی کرده بود. یک کت و شلوار کهنه را که تام هر بار در طویل کارداش می پوشید از آن بیرون کشید. ارباب آهنها را از دست تام باز کرد و یک کنج کوچکی را که میان بسته ها و بارها به وجود آمده بود به او نشان داد و گفت: به آنجا برو و اینها را بپوش. تام اطاعت کرد و پس از لحظه ای بازگشت. چکمه ها را هم در بیاور. سپس تام چکمه ها را از پا بیرون آورد. لگری یک جفت کفش کهنه به سوی او پرتاب کرد و گفت: تام، اینها را بپوش. تام با وجود سرعتی که در این تغییر لباس میبایست به کار ببرد، کتاب انجیل خود را برداشت و در جیب این لباس ها گذاشت و بقیه محتوای جیب ها را دست نزد. اما لگری به بازرسی جیب های تام پرداخت و چیزهایی از آن به دست آورد. یک دستمال ابریشمی بیرون آورد و در جیب خود گذاشت. اشیایی که روزی مایه شادی و سرگرمی اوا بودن و اکنون تام آنها را مانند گنجی با ارزش می دانست موجب نفرت لگری شدن و آنها را در آب انداخت. تام کتاب سرودهای متدیست را فراموش کرده بود و کتاب به دست لگری افتاد. آن را برداشت و ورق زد. تو مسیحی هستی؟ تام با لحنی جدی گفت: بله ارباب. خب، به زودی دیگر مسیحی نخواهی بود. من خوشم نمی آید از آن برده هایی داشته باشم که همیشه دعا و سرود می خوانند و صدایشان بلند است. فراموش نکن. پس از ادای این جمله، لگد سختی به تام زد و با نگاهی وحشیانه چشمان خاکستری او تام را ورانداز کرد و گفت: دیگر مسیح تو من هستم. هرچه میگویم باید انجام بدهی. تام کلمه‌ای بر زبان نیاورد، اما در درون او صدایی میگفت: نه.
و کلمات آیه‌ای را که بارها اوانجلین برای او خوانده بود میشنید. هیچ بیمی به دل راه نده. من تو را خریدم. نام خودم را بر تو گذاشتم و تو متعلق به من هستی. اما سیمون لگری این کلمات را نمیشنید و هرگز این صداها را نشنیده بود. او لحظه ای به چهره غمزده تام چشم دوخت و سپس از آنجا دور شد. چمدان تام را که محتوی ذخیره فراوانی از لباسهای زیبا و تمیز بود برداشت و به جلوی کشتی رفت و به زودی در آنجا از طرف کارگران کشتی محاصره شد. آنگاه پس از اینکه مدتی سیاهانی را که می‌خواهند آقا شوند مورد تمسخر قرار داد، همه ی محتوی و خود چمدان را به فروش رساند. هنگامی که کار به پایان رسید به سوی تام آمد و گفت: تام، تو را از این بار سنگین نجات دادم. مواظب این لباس ها باش که به این زودی ها لباس جدید نخواهی گرفت. سپس سیمون لیکری به سوی امیلین که با زن دیگری زنجیر شده بود آمد. دستی به چانه امیلین کشید و گفت: خب عزیزم، باید خوشحال باشی. امیلین نگاهی از روی نفرت و وحشت به او انداخت. این نگاه از نظر او پوشیده نماند. او ابروانش را در هم کشید و گفت: وقتی با تو حرف می زنم نباید اخم کنی. باید شاد باشی. پس از آن دورگه ای را که به امیلین زنجیر کرده بود عقب زد و گفت: به من اخم نکن. باید شادتر از این باشی. و چند قدم به عقب رفت و گفت: همه به من نگاه کنید. در چشمانم. و هر کلمه ای را که ادا می کرد پای خود را به زمین می کوبید. همه چشم ها در چشمان خاکستری و براق او خیره شدند، چنان که گویی همگی آنان را جادو کرده است. سپس مشت بزرگ خود را که شبیه پتک آهنگر بود گره کرد و گفت: این مشت را ببینید. و مشت خود را روی دست تام کوبید. این استخوان ها را ببینید. این مشت مخصوص کوبیدن بر سر برده هاست. نیازی نیست که برای شما نگهبان بگذارم. من خودم مواظب هستم و چشمم همه چیز را میبیند. وقتی با شما حرف میزنم با من صادق باشید. هرگز کمترین ملایمتی در من نخواهید دید و بیرحم هستم. زنان دیگر جرأت نفس کشیدن نداشتند. همه برده ها روی زمین نشستند و دچار وحشت شده بودند. ارباب به مردی که ظاهری آراسته داشت و در تمام مدت سخنرانی در کنار وی ایستاده بود گفت: من با برده هایم این گونه رفتار می کنم. این روش من است. حالا باید سختگیری کنم تا بدانند که چه سرنوشتی در انتظارشان است. آن مرد با کنجکاوی طبیعی انسانی که با یک پدیده عجیب مواجه شده باشد به لگری نگاه می کرد و گفت: بله، درست است. سیمون در پاسخ به این مرد گفت: بله، من از آن صاحبان مزاره نیستم که انگوشهایشان مانند یاس سفید است و مباشران لعنتی همیشه اموال آنها را می دزدن. گوشهای دستانم مثل سنگ سخت شدن. این گوشتها بس که بر سر سیاهان کوبیده شدن اینقدر سفت و محکم هستن. دست بزنید. مرد بیگانه انگشت خود را روی نقطهی که اون نشان می داد گذاشت و گفت: بله، محکم است. لابد قلبتان هم همینطور سخت شده است. سیمون قهقهه ای زد و گفت: من به این موضوع افتخار میکنم. هیچ کس سنگ دلتر از من نیست. من نه با فریاد و نه با چرب زبانی رام نمیشوم. برده های خوبی انتخاب کرده ایم. سیمون گفت: بله، بله. آن که آنجاست تام است. او را کمی گران خریدم. برای اینکه درشکچی یا سرکارگر شود. ایراد او این است که دلش نمیخواهد با او آنطور رفتار شود که لازم است. اما مهم نیست. بالاخره عادت میکند. آن زن زرد کمی ناخوش است و فقط همان اندازه که ارزش دارد برای او پول دادم. آن بیگانه پرسید: معمولاً تا چه مدتی دوام میآورند؟ نمیتوانم جواب درستی بدهم. آنها که قوی هستند 7 یا 8 سال دوام می آورند. ضعیف ها 2-3 سال بیشتر دوام نمی آورند. اوایل کارم چقدر برای اینها زحمت می کشیدم. وقتی بیمار می شدن آنها را مداوا می کردم. برای آنها لباس تهیه می کردم. حالا چه بیمار باشن چه سالم، برنامه همان است.
با روش قبلی هم به خودم زحمت می دادم، هم خرجم زیاد می شد. حالا همین که یکی از آنها بمیرد، یکی دیگر می خرم. به نظر من اینطور ارزانتر تمام می شود. آن مرد دور شد و کنار مسافر دیگری نشست که همه ی گفتگو را با تحقیر و نفرت خاصی گوش داده بود. مسافر گفت: خواهش می کنم این مرد برای شما نمونه ی صاحبان مزارع جنوب نباشد. مرد جوان گفت: نه، هرگز. او خیلی پلید است. با این حال قوانین شما اجازه می دهند که انسانها را بدون کمترین حمایت و نظارت قانون به اطاعت خود درآورد. او هر چقدر هم که پلید باشد، هزاران نفر دیگر مانند او هستند. اما میان صاحبان مزارع، مردانی هم هستند که به راستی عواطف انسانی دارند. مرد جوان گفت: امیدوارم چنین باشد. اما به نظر من همان اشخاصی که عواطف انسانی دارند باعث می شوند این بیچاره ها هر روز دچار چنین خشونت ها و توهین هایی شوند. اگر همه صاحبان مزارع مانند او بودند. او با انگشت سیمون را نشان داد و گفت: اگر همه صاحبان مزارع مانند او بودند، برده فروشی مانند گندم زیر آسیاب خورد می شد. اما این شرافتمندی شماست که از خشونت آنها دفاع می کند. مالک مزرعه با لبخندی گفت: مثل اینکه شما به خوشقلبی من شک دارین، اما اینقدر بلند حرف نزنید. شاید در کشتی کسانی هستند که به اندازه من گذشت نداشته باشند. صبر کنید به مزارع من که رسیدید، هر اندازه که دلتان خواست به ما بد بگویید. مرد جوان سرخ شد و لبخندی زد و هر دو مسافر یک دست بازی تخت نرد شروع کردند. در همین لحظه میان امیلین و دورگهی که به هم زنجیر شده بودن گفتگویی شروع شد. امیلین گفت: تو متعلق به چه کسی بودی؟ ارباب من آقای الیس بود. او در خیابان لیوی خانه داشت. شاید آن خانه را دیده باشی. آنها با تو خوب بودن؟ تا بیمار نشده بود خوب بود. اما 6 ماه ناخوش بود و در این مدت خیلی تندی میکرد. نمی گذاشت آدم بخوابد، نه روز نه شب. از هیچ کس راضی نبود و روز به روز سختگیرتر می شد. چند شب پشت سر هم مرا بیدار نگه داشت و من از خستگی بی اختیار می افتادم. یک روز خوابم برد و او چنان خشمگین شد که تصمیم گرفت مرا به سنگدل ترین ارباب بفروشد. گرچه وعده داده بود که وصیت کند بعد از مرگ او مرا آزاد کنند. دوستی هم داشتی؟ شوهر داشتم. او آهنگر بود و ارباب او را اجاره می داد. مرا چنان به سرعت فرستادن که فرصت نشد او را ببینم. 4 بچه هم دارم. خدایا. در اینجا زن با دستهایش صورت خود را پوشاند. انسان هنگامی که چنین داستانهای غم‌انگیزی می شنود، میل دارد سخن آرام بخشی بشنود. امیلین نیز می خواست اما کلمه‌ای پیدا نکرد تا مایه تسلای او شود. در تیره ترین لحظات زندگی، اعتقادات مذهبی نوعی تسلی خاطر هستند. زن دورگه از پیروان کلیسای متدیست بود. اما امیلین تعلیمات بیشتری دیده بود و خواندن و نوشتن نیز آموخته بود. او با انجیل آشنا بود و از مراقبت‌های خانومی مقدس و مهربان برخوردار شده بود. کشتی پیش می رفت و این بار درد و اندوه را حمل می کرد. از میان امواج متحرک و پر از گلولای بالا می رفت. کناره های پرپیچ و خم رودخانه سرخ را می پیمود. چشمان غمگین همه جا با این سواحل پرشیب برخورد می کردن و یک نواختی آنها این چشم ها را خیره می کرد. در نهایت کشتی کنار شهر کوچکی لنگر انداخت و لیکری و برده هایش پیاده شدند. فصل 32. مکانهای غم‌انگیز. تام و همراهان او را در پشت درشگه سنگینی روی هم سوار کردند و در جاده ناهموار به راه افتادند. آن دو زن را که هنوز با زنجیر به هم بسته بود، با بارها و اسبابها در انتهای اتاقی انداخته بود که از آنجا تا اندازه‌ای فاصله داشت. جاده دور افتاده و خلوت بود
که با هزار پیچ و خم از میان یک جنگل کاج می‌گذشت. باد در میان شاخه‌های درختان ناله می‌کرد. در دو طرف جاده درختان سرو از میان خاک‌های مرطوب قد برافراشته بودند و هلال‌های شاخ و برگ شوم و اندوه‌بار آنها از هر طرف آویزان بود. این طرف و آن طرف چند مار نفرت انگیز از میان کنده‌های وارونه و شاخ و برگ‌های پراکنده‌ای که در آب پوسیده بودند به این سو و آن سو می‌خزیدند. لگری خوشنود به نظر می‌رسید، سرش را به عقب چرخاند. چهره‌های غم‌زده برده‌ها را که در آن پشت کس کرده بودند نگاهی کرد و گفت: بچه‌ها یک آواز بخوانید، زود باشید. سیمون شلاق را در هوا چرخی داد و تکرار کرد: زود باشید. تام یک سرود متدیستی را شروع کرد: بیت المقدس، ای سرزمین خوشبختی. بیت المقدس، ای سرزمین خوشبختی. آیا روزی شکنجه‌های من پایان می‌پذیرد؟ آیا من باید به زودی؟ لگری فریادی کشید و گفت: سیاه لعنتی، ساکت باش. فکر میکنی من میخواهم سرودهای شما متدیس ها را گوش بدهم؟ زود باشه که آواز دیگر بخوان. یک برده دیگر یکی از این آوازهای مضحک را که میان سیاهان رایج است خواند. همه این آواز را با صدای بلند میخواندن. آنان میخواستن شاد باشند. لگری سپس به سوی املین چرخید. دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: خب دوست من، به زودی به خانه خواهیم رسید. تندی و خشونت لگری املین را وحشت زده می کرد. با این حال هنگامی که تماس دستهای این مرد را که می خواست او را نوازش کند با بدن خود احساس کرد، با خود گفت: کاش مرا کتک بزند. اما بدن او لرزید و همین که نگاهش با حالت چشم او برخورد کرد، قلبش از تپیدن ایستاد و خودش را به آن زن دورگه چسبان، چنان که ممکن بود به مادر خود بچسباند. لگری با انگشت‌های درشت خود به گوش‌های ظریف او دستی زد و گفت: تو هیچ وقت گوشواره نداشته ای؟ املین که چشمانش را به زمین دوخته بود و می‌لرزید گفت: نه آقا. خب وقتی رسیدیم یک جفت گوشواره به تو خواهم داد، به شرط آن که دختر خوبی باشی. چرا می ترسی؟ کارهای سخت به تو نمی دهم. تو مثل خانوم ها زندگی خواهی کرد، اما به شرط اینکه دختر خوبی باشی. این مهربانی الکری اثر مستی او بود. کم کم دورنمای مزرعه پدیدار شد. این مزرعه در ابتدا متعلق به یک اشرافزاده ثروتمند و با سلیقه بود که در تزیین آن بسیار زحمت کشیده بود. آن مرد در حالی که به دهکار بود از دنیا رفت. لگری خریدار این مزرعه شد و این ملک را مانند هر چیز دیگری به قصد کسب درآمد مورد استفاده قرار داد. بنابراین مزرعه به زودی تبدیل به ویرانه‌ای غم‌زده شد. زمینی که در گذشته روبروی عمارت چمنی سبز و خرم با انواع گلها و گیاهان زینتی بود، امروز به علفزار پوشیده از کاه و کوزه و بطری شکسته و هر گونه زباله تبدیل شده بود. علف‌ها را بیرون آورده بودند و خاک خوش دیده می‌شد. درخت‌های یاسمن پژمرده بودند و پیچک‌های زیبا از ستون‌ها بریده شده و آویزان بودند. زیرا امروز بدون هیچ ملاحظه‌ای اسب‌ها را به این ستون‌ها می‌بستند و از فشار اسب‌ها همه ستون‌ها نزدیک به واژگونی بودند. باغ بزرگ را علف گرفته بود و در میان علف‌ها درختان زیبای گرمسیری جدا افتاده و فراموش شده سر برافراشته بودند. پنجره‌های گلخانه شیشه نداشتند. روی طبقه‌ها و تاخچه‌های کپک زده آن هنوز چند گلدان با گل‌های خشکیده به چشم می‌خورد. از شاخه‌های پژمرده و برگ‌های پلاسیده پیدا بود که روزی آنها گیاهان شادابی بودند. درشکه در جاده پوشیده از درخت پیش می‌رفت. این خیابان در گذشته شنریزی شده بود، اما امروز در میان دو صفحه انبوه از درختان زیبایی که ارباب جدید با همه بدسلیقگی خود نتوانسته بود آنها را نابود کند، انواع علف‌ها رویده بودند. زیبایی این درخت‌ها همچنان پایدار مانده بود. خانه بزرگ و زیبا بود. اطراف آن با آلاچیق‌های دو طبقه احاطه شده بود و تمام پنجره‌های خانه رو به این آلاچیق‌ها گشوده می‌شدند. در داخل عمارت نیز
همان اندوه و غمزدگی محسوس بود. جلوی پنجره ها را با تخته گرفته بودن. برخی تنها یک لنگ در داشتن و روی بعضی از درها به جای شیشه پارچه های کهنه کوبیده بودن. همه اینها حقایق وحشتناکی را آشکار می ساختن. زمین از کاه و خرده چوب و شکسته های صندوق پوشیده بود. سه یا چهار سگ وحشی که از صدای چرخهای درشکه بیدار شده بودند آماده حمله بودند و می‌دویدند و با تلاش برده‌های خانه تام و همراهانش از خطر تکه تکه شدن در امان ماندند. لگری با غرور و رضایتی که انسان را ناراحت می‌کرد سگ‌ها را نوازش کرد و به برده‌ها گفت: می‌بینید چه چیزی در انتظار شماست؟ اگر بخواهید فرار کنید اینها آماده هستند و به خصوص برای شکار سیاه‌ها تربیت شدن، پس مراقب خودتان باشید. و به مرد جنده پوشی که کلاهش از کهنگی دیگر لبه نداشت و اطراف او میگشت گفت: خب سامبو، چه خبر؟ خبری نیست سرباب، همه چیز رو به راه است. به سیاه دیگری که میکوشید توجه او را جلب کند گفت: کیمبو، دستوراتی را که داده بودم فراموش نکردی؟ نه ارباب، فراموش نکردم. این دو سیاه مهمترین شخصیت‌های خانه بودند. لگری طبق نقشه و اسلوب خاصی آنان را تربیت کرده بود. هدف او این بود که این دو سیاه را هرچه بیشتر خشن و سنگدل و در واقع مانند همان سگ‌های وحشی برآورد. او با موفقیت کامل به این هدف خود رسیده بود و سامبو و کیمبو نمایانگر وحشیگری بودند. لگری مانند بسیاری از فرمان روایان که نامشان در تاریخ ثبت شده است با استفاده از تضاد نیروها در محیط خود حکومت می کرد. سامبو و کیمبو گرچه ظاهر دوستانه‌ای داشتند اما از یکدیگر متنفر بودند. به این ترتیب سامبو از کیمبو، این دو از همگی و همه برده ها از این دو مراقبت می کردند. لگری گفت: سامبو، تو این پسرها را به محل ببر. و در حالی که آن زن دورگه را از امیلین جدا می کرد و به طرف سامبو هل می داد گفت: این زن را برای تو خریدم. قول داده بودم که یک زن برای تو بیاورم. زن از جا پرید و به سرعت خودش را عقب کشید. آنگاه گفت: ارباب، شوهر بیچاره من در نیو اورلینز است. حالا مگر یک شوهر دیگر نمی خواهی؟ پس دهانت را ببند. لگری شلاقش را برداشت و به امیلین گفت: تو دختر خوشگل، با من به امارت بیا. در این لحظه یک چهره سیاه و وحشی از پشت پنجره ظاهر شد. همین که لگری در را باز کرد، صدای خشن زنی به گوش رسید. تام که با توجه فراوان امیلین را با چشم دنبال می کرد این صدا را شنید. لگری با عصبانیت گفت: دهانت را ببند. با همه شما هر کار دلم بخواهد می کنم. تام دیگر نتوانست بیش از این چیزی بشنود، چون ناچار بود به دنبال سامبو به محل برود. محل کوچه تنگی بود که دو طرف آن کلبه های کوچکی به چشم می خورد و از عمارت بسیار فاصله داشت. منظره آنجا غمگین و انزجارآمیز بود. تام احساس می کرد که نزدیک است از پا درآید، زیرا پیش از رسیدن به محل از اندیشه یک کلبه کوچک که بتواند در آن با خاطری آسوده زندگی کند و کتاب انجیل خود را روی طبقه‌ای قرار دهد بسیار خوشنود شده بود. وارد چند کلبه شد. آنجا در حقیقت پناهگاهی بیش نبود و همه اساسی آن محدود به توده‌ای از کاه پر از آشغال بود. زمین آن خاک خشکی بود که زیر پای هزاران نفر بسیار سخت و سفت شده بود. تام با فروتنی از سامبو پرسید: کدام کلبه مال من خواهد بود؟ او پاسخ داد: نمیدانم، شاید این یکی. فکر میکنم در اینجا برای یک نفر جا باشد. در هر کلبه چندین نفر زندگی میکنن. نمیدانم چطور بقیه را جا بدهم. هنگامی که گروه مردان و زنان کارگر که لباسهای چرکالود و پاره پاره برتن داشتن به کلبه ها بازگشتن، پاسی از شب گذشته بود. البته اوضاع و حال آنان طوری نبود که بتوانند با روی خوش با تازه واردها روبرو شوند. صدای صحبت‌هایی که از محل شنیده می‌شد چندان امیدوارکننده نبود. صاحبان این صداها
دور آسیاب دستی مجادله می کردن. در این آسیاب می بایست ذرت‌های فاسد را برای تهیه نان که غذای ناچیز شام آنان بود آرد کنند. از طلوع آفتاب زیر ضربه های شدید شلاق نگهبان برای انجام کار دشوار پشتشان خم بوده است. اکنون وحشتناکترین فصل سال دوران فشار کاری است و می‌خواستند از همه بیشترین استفاده را ببرند. هنگامی که برده‌ها می‌آمدند و می‌رفتند، تام با چشم جستجو می‌کرد تا شاید چهره‌ای شایسته دوستی بیابد. مردان همه گرفته و عبوس و زنان نیز ضعیف و غمگین بودند و برخی از آنان حتی ظاهر یک زن را نداشتند. خشونت بر آنان تسلط داشت و از چنین روحیه‌ای نمی‌توان انتظار مهربانی داشت. این سیاه روزان که با آنان مانند حیوان رفتار شده بود تا آنجا که برای طبیعت بشر امکان دارد حقیر و پست شده بودند. صدای چرخ آسیاب تا نیمه های شب ادامه داشت. تعداد آسیاب ها اندک بود و از آنجا که قوی ها ضعیفان را عقب می زدند نوبت به این گروه دیر می رسید. سامبو به طرف دورکی رفت و یک کیسه ذرت جلوی او پرتاب کرد و گفت: اسم لعنتی تو چیست؟ لوسی. لوسی، تو دیگر زن من هستی. باید دانه ها را آسیاب کنی و به من شام بدهی. ناگهان لوسی با شجاعت گفت: من زن تو نیستم و نمیخواهم بشوم. از اینجا برو. سامبو در حالی که پای خود را به نشانه تهدید بلند میکرد گفت: لگد میخواهی؟ اگر میخواهی مرا بکشی، هرچه زودتر بکش. من دلم میخواهد بمیرم. کیمبو که چند زن سیاه روز را از کنار آسیاب دور کرده بود و مشغول آرد کردن ذرت‌های خودش بود گفت: سامبو، من به ارباب میگویم که تو همه را اذیت میکنی. سیاه پیر، من هم به او میگویم که نمیگذاری زنها ذرتشان را آسیاب کنند. نوبت را رعایت نمیکنی. تام نزدیک بود از گرسنگی و خستگی از حال برود و به زمین بیفتد. او پیش از آن که نوبت آسیاب برسد مدتی منتظر ماند. او برای دو زن ناتوان که به سختی چرخها را می‌گرداندند دلش سوخت و ذرت آنان را آرد کرد. سپس آتشی را که تاکنون مقدار زیادی نان پخته بود تند کرد و شام ناچیز آنان را آماده ساخت. تام کار ساده‌ای برای این زنان انجام داده بود. این نیکوکاری احساس جدیدی در قلب آنان ایجاد کرد. نشانه های سپاسگزاری و محبت در چهره هایشان خوانده می شد و روح زنانه دوباره در آنان زنده شد. آن دو زن خود پیشنهاد کردند که نان تام را خمیر کنند و برای او بپزند. آنگاه تام کنار نشست و انجیل خود را بیرون آورد. یکی از آنان پرسید: این چیست؟ کتاب انجیل. خدایا، از وقتی کنتاکی را ترک کردم، دیگر هرگز انجیل ندیدم. تام با خوشنودی پرسی: در کنتاکی بزرگ شده ای؟ بله، زندگی خوبی داشتم و هرگز فکر نمی کردم روزی از اینجا سر در بیاورم. زن بخت برگشته پس از ادای این جمله آهی عمیق کشید. زن دیگر پرسی: این چه کتابی است؟ انجیل است. انجیل؟ این دیگر چه کتابی است؟ زن اول پاسخ داد: تو هرگز نام این کتاب را نشنیده ای. من وقتی در کنتاکی بودم خانومان را می‌خواند و من گوش می‌دادم. اما اینجا جز فحش و صدای شلاق چیز دیگری شنیده نمی‌شود. زن که دقت و توجه تام را دریافت گفت: کمی از این کتاب را می‌خوانید؟ به سوی من بیایید ای کسانی که رنج می‌برید و باری سنگین را تحمل می‌کنید. من به شما آرامش خواهم بخشید. آن زن گفت: چه حرفای قشنگی، چه کسی گفته است؟ تام پاسخ داد: خداوند. سپس آن زن گفت: دلم می‌خواهد بدانم این خداوند را کجا می‌توان پیدا کرد. هرگز کسی مرا کمک نکرده است. من ناتوان هستم و همه بدنم می‌لرزد. سامبو مدام دنبال من است، برای اینکه نمیتوانم پنبه را به صورت پاک کنم. تا نیمه شب هم فرصت نان پختن و آسیاب به من نمیرسد. هنوز چشم به هم نگذاشتم که شیپور بیدار باش زده میشود.
اگر می دانستم خدا کجاست به آنجا می رفتم و همه اینها را برای او می گفتم. تام در پاسخ آن زن گفت خدا اینجاست. خداوند همه جاست. من هیچ چیز را باور نمی کنم. می دانم که خدا اینجا نیست. این حرف ها را به من نگویید. خدا نگهدار. من می روم بخوابم. زنان به کلبه خود رفتند و تام تنها کنار تنور ماند و شعله آتش آن که رو به خاموشی بود پرتوهای سرخ خود را روی چهره تام منعکس می کرد. ماه نقره فام که از میان ابرهای سرخ آسمان بالا می آمد مانند نگاه آسمان به سیه روزی و بردگی آرام و خاموش بود و این برده بیچاره و بیکس را که دست به سینه در گوشه نشسته بود و جز انجیل چیزی را نمی دید تماشا می کرد. در حالی که نومیدی شدیدی وجود تام را فرا گرفته بود از جای خود برخاست و به کلبه‌ای که تعیین کرده بودند رفت. کف کلبه از تعدادی برده خسته پوشیده بود. دست و پای تام فرسوده بود و خود را در روپوش پاره پاره‌ای که تنها بستر او بود پیچید و روی کاه‌ها دراز کشید و خوابش برد. او خواب‌های بسیاری دید و صدای خوشایندی به گوشش رسید. در باغ کنار دریاچه پونچارترین روی چمن نشسته بود. اوا چشمان خود را پایین انداخته بود و برای او انجیل می‌خواند. تام می شنید که اوا می گوید اگر از میان آبها بگذری من با تو خواهم بود و آبها تو را در کامشان فرو نخواهند برد. از میان آتش بگذری شعله ها تو را نخواهند سوزان زیرا من پیامبر خدای تو هستم. خدای یکتای اسرائیل ناجی تو. و کم کم کلمات به یک موسیقی آسمانی تبدیل شدند و از آن چشم های گیرا پرتوهای گرمی به سوی قلب او تابیدن. سپس اوا روی بالهای درخشانی که از آن جرقه های طلا به شکل ستاره فرو می ریخت با نیروی آن موسیقی آسمانی صعود کرد و از نظر تام ناپدید شد. فصل 33 کاسی. تام دریافته بود که در زندگی کنونی چه امیدها و نگرانی‌هایی می‌تواند داشته باشد. او در هر کاری زرنگ، شایسته و باوفا بود. او که مردی آرام و منظم بود، تصور می‌کرد می‌تواند در سایه تلاش خود برای کار دست کم اندکی از ناملایمات این محیط را بکاهد. گرچه ظلم و آزار و بی‌عدالتی این خانه او را غرق اندوه می‌کرد، با این حال تصمیم گرفته بود که همه چیز را با شکیبایی تحمل کند و قضاوت را به عهده کسی بگذارد که مظهر عدل و برابری است. در ضمن با خود می‌اندیشید که شاید روزی یک راه نجات بیابد. گرچه لگری به زودی متوجه خصوصیات تام شد و او را در صف برده‌های درجه اول گذاشت، اما نسبت به او احساس انزجار می‌کرد. سرچشمه این احساس تنفر طبیعی افراد پلید به انسان‌های مؤمن و نیکوکار است. لگری از این که می‌دید ستمکاری او نسبت به برده‌ها هرگز از نظر تام پنهان نمی‌ماند، عصبانی می‌شد. او به این حس همدردی و مهربانی که تام نسبت به این ضعیفان داشت، به شدت حسادت می‌ورزید. هنگام خرید تام تصور می‌کرد او را به تدریج برای نگهبانی و نظارت آماده خواهد کرد. اما لگری عقیده داشت که شروط لازم برای سپردن چنین مسئولیت‌هایی به یک برده خشونت و سنگدلی اوست. تام بی‌رحم نبود و لگری تصمیم گرفت او را سنگدل کند و چند هفته پس از بازگشت از نیو اورلینز شروع به تربیت او کرد. یک روز صبح هنگامی که عازم مزرعه بودند، تام متوجه زن تازه رسیده ای شد که ظاهر و حرکاتش جلب توجه کردند. او زنی قد بلند بود و دست‌ها و پاهای زیبایی داشت. لباسهایش نیز تمیز بودند. حدود 35 تا 40 سال سن داشت. چهره او یکی از آنهایی بود که هرگاه انسان یک بار او را می دید دیگر فراموش نمی کرد. از آن چهره هایی که در همان دید اول تمام ماجراها و داستانهای سراسر وحشت و عشق را به خاطر انسان می آورد. پیشانی بلند، ابروهای زیبا، بینی باریک و لبانی ظریف داشت. خطوط جذاب سر و گردن او گواهی می‌دادند که آن زن تا چه اندازه زیبا بوده است. اما در این حال
چهره او دارای چنان چین‌های عمیقی بود که نمایانگر اندوهی هستند که انسان در درون خود پنهان می‌کند. او به نظر بیمار و اندوهگین می‌آمد. گونه‌هایش گود رفته بودند و نشانه‌های فرسودگی و غم در سراسر وجود او به چشم می‌خورد. چشمان درشت و سیاه او در چهره‌اش جلب توجه می‌کرد و مژگانی تیره بر آنها سایه می‌انداخت. در اعماق این چشم‌ها اندوهی دیده می‌شد. هر یک از خطوط چهره‌اش، هر چین لب‌های او و هر حرکت بدنش نمایانگر غروری رام نشدنی بود که دنیا را حقیر و ناچیز می‌شمارند. اضطرابی به رنگ شب بر چهره او سایه انداخته بود و این حالت تغییرناپذیر نومیدی با آن بی‌اعتنایی غرورآمیزی که در وجود او به چشم می‌خورد، تضاد عجیبی به وجود می‌آورد. تام نمی دانست که او چه کسی بود و از کجا می آمد. این نخستین باری بود که او را می دید. او در روشنایی سحر با غرور کنار تام راه می آمد. همه ی برده های دیگر او را می شناختند و همه ی چشم ها متوجه او بود. چنین به نظر می رسید که وجود او در میان این سیه روزان گشنه و نیمه اوریان زمزمه ی پیروزی به وجود آورده است. آه، بالاخره آمد. او هم مانند ما کتک می خورد. شرط می بندم که شادی دیدار او زیر ضربه های شلاق نصیب ما خواهد شد. زن بدون اینکه به این کنایه ها توجهی کند با همون غرور و بی‌اعتنایی آمیخته با خشم به راه خود ادامه می داد. چنان که گویی در اصل چیزی نمی شنود. تام که همیشه در خانه های اعیانی بود و با اشخاصی از طبقه اجتماعی بالا هم نشینی داشت، به زودی دریافت که زن به آن طبقه تعلق دارد. اما چرا و چگونه به چنین اوضاعی رسیده است؟ پرسشی بود که تام نمیتوانست به آن پاسخ بدهد. با اینکه در تمام طول راه از روستا به مزرعه در کنار او راه میرفت. زن نگاهی به تام انداخت اما کلمه‌ای بر زبان نیاورد. تام شروع به کار کرد و از آنجا که زن از او دور نبود میتوانست گاهی از زیر چشم وی را نگاه کند. تام مشاهده می‌کرد که چالاکی و مهارت طبیعی کار را برای او بسیار آسان‌تر از دیگران کرده است. او به خوبی کار می‌کرد، اما هنگام کار نیز همان غرور و انزجار در چهره او خوانده می‌شد، چنان که گویی هم کار و هم شرایط کنونی خود را حقیر و پست می‌داند. در آن روز تام در کنار آن دورگه‌ای کار می‌کرد که با خود او خریداری شده بود. پیدا بود که آن زن بیمار است. بدنش می لرزید و هر لحظه چنان به نظر می آمد که هم اکنون از پا در می آید. تام می شنید که آن زن دعا می خواند. نزدیک او رفت و بدون اینکه کلمه ای بر زبان آورد چند مشت پنبه از گونی خود بیرون آورد و در گونی آن زن سیاه روز گذاشت. زن گفت: نه، این کار را نکن. برای تو دردسر خواهد شد. سامبا از این زن نفرت داشت. آنگاه شلاق را در هوا چرخاند و با صدای خشونتبار گفت: لوسی، تقلب میکنی؟ و لگدی به او زد. کفش‌های زمختی از چرم گاو به پا داشت و صورت تام بیچاره را با یک ضرب شلاق خونی کرد. تام بدون اینکه چیزی بگوید به کار خود ادامه داد، اما زن که فرسوده و بیجان بود بیهوش شد. سامبو با حالتی خشونت‌آمیز گفت: حالش را جا می‌آورم. چیزی دارم که از کافور بهتر است. آنگاه سنجاقی از یقه کت خود بیرون آورد و آن را تا انتها در گوشت بدن زن بیچاره فرو برد. زن ناله‌ای کرد و نیمخیز شد. حیوان، کار کن. میشنوی یا کتک میخواهی؟ زن با نیروی تازه‌ای به کار بازگشت. قدرت او خارق‌العاده بود. او با قدرت ناشی از نومیدی کار میکرد. سامبو گفت: ادامه بده. وگرنه بلایی بر سرت می آورم که راضی به مرگت شوی. می دانم. تام حرف او را شنید و دوباره شنید که می گفت: خدایا، پس نمی خواهی به من کمک کنی؟ تام بار دیگر خود را به خطر انداخت و همه پنبه های خود را در کیسه های زن گذاشت. نه، نه، نمی دانی با تو چه خواهند کرد؟ من بیشتر از تو میتوانم شکنجه را تحمل کنم. ناگهان آن زن تازه وارد که کارش به نزدیک تام رسیده و آخرین جملات او را شنیده بود،
چشمهای درشت و سیاه خود را بلند کرد و لحظه‌ای به تام خیره شد و چند مشت از پنبه‌های خود را به تام داد و گفت: شما نمی‌دانید کجا هستید، وگرنه این کار را نمی‌کردید. اگر یک ماه اینجا بمانید، محال است دیگر به فکر کمک کردن به کسی باشید. جان خودتان را حفظ کنید کافی است. تام در پاسخ او گفت: خدا نکند که من فقط به فکر خودم باشم. زن با لحنی کنایه‌آمیز و تلخ گفت: خدا هرگز به سراغ برده نمی آید. سپس به سرعت از آنجا دور شد و همان لبخند تحقیرآمیز بر لبانش نقش بست. نگهبان او را دیده بود. در حالی که شلاق را در هوا می چرخاند، جلو آمد و پیروزمندانه گفت: خب، تو هم تقلب می کنی. حالا در اختیار من هستی. مراقب خودت باش. چشمان زن برقی زد، لبهایش می لرزید و سوراخ‌های دماغش باز شده بودند. آنگاه برگشت و به سامبو نزدیک شد و نگاه انزجارآمیز خود را به او دوخت و گفت: اگر جرأت داری به من دست بزن. هنوز آنقدر قدرت دارم که تو را تومه سک ها کنم یا زنده زنده آتش بزنم. کافی است یک کلمه بگویم. سامبو وحشت زده چند قدم به عقب برداشت و گفت: دوشیز کاسی، من نمیخوام تو را اذیت کنم. پس گورت را گم کن. زن دوباره مشغول کار شد. او با سرعت شگفت‌انگیزی کار میکرد. تا متحیر شده بود. مانند این بود که آن زن با سحر و جادو کار میکند. پیش از این که روز به پایان برسد، سبد او پر شده بود. به طوری که پنبه ها را روی هم فشرده بود. با این حال چند بار نیز به کمک تام آمده بود. مدت ها پس از غروب آفتاب، برده ها خسته و بیجان سبد ها را روی سرشان گذاشتند و به سوی انباری که در آنجا پنبه ها را می کشیدند و تحویل می گرفتند، حرکت کردند. لگری با دو نگهبان سرگرم گفتگوی هیجان انگیزی بودند. سامبو گفت: تام اینجا شورش به پا خواهد کرد. من دیدم که در سبد لوسی پنبه می گذاشت. اگر ارباب مراقب نباشد، یکی از همین روزها به برده ها خواهد گفت که در اینجا با آنها بدرفتاری می شود. لگری گفت: او را سر جایش بنشانید. متوجه شدید؟ هر دو سیاه اداهای وحشتناکی در آوردند و کیمبو گفت: فقط ارباب می تواند او را آدم کند، وگرنه خود شیطان هم نمیتواند او را سر جایش بنشاند. بهترین راه برای اینکه افکار خرابش را از سر بیرون کند این است که او را وادار کنید دیگران را شلاق بزند. بروید او را پیش من بیاورید. ارباب باید خیلی زحمت بکشد تا او را به این کار وادار کند. لگری توتونهایی را که میجوید در دهان خود چرخاند و گفت: اما من او را وادار میکنم. سامبو دوباره گفت: اما لوسی خیلی پس فطرت است. سامبو، مراقب باش. علت کینه تو نسبت به لوسی را می دانم. خب، اما ارباب او از شما اطاعت نکرده است و حاضر نشد مرا شوهر خود بداند. لگری توفی به زمین انداخت و گفت: شلاق او را وادار به اطاعت می کند. اما حالا انقدر برای تمام کردن کار مزرعه عجله داریم که لازم نیست او را از پا درآوری. زن لاغری است. سامبو دوباره گفت: لوسی خیلی پس فطرت است. او از تنبلی نمیخواهد کار کند. امروز تام برای او کار کرد. پس لذت شلاق زدن به او هم برای تام خواهد بود. این درس خوبی برای او خواهد شد. تازه تام بیشتر از شما شیطانها ملاحظه او را خواهد کرد. آن دو سیاه رزل یک خنده شیطانی سر دادند. ارباب نسبت بجا و خوبی به آنان داده بود. ارباب ادامه داد: دوشیزه کاسی هم کارش را کرد. او به تنهایی به اندازه شیطان و همه زیر دستانش کار می کند. لگری گفت: او استاد همه آنهاست. و پس از یک ناسزای دور از ادب وارد اتاقی شد که در آنجا پنبه ها را وزع می کردن. کارگران آهسته و خسته می رسیدن و با تردیدی آمیخته به وحشت سبدهای خود را تحویل می دادن. لگری لوحی در دست داشت که روی آن اسامی کارگران نوشته شده بود و در مقابل هر اسم وزن پنبه جمع‌آوری شده توسط او را می نوشت. سبد تام دارای وزن لازم بود. تام به زن سیه روزی که کمک کرده بود نگاهی نگران انداخت.
لوسی ضعیف و تلو تلو خورا نزدیک آمد و سبد خود را تحویل داد. وزن سبد او نیز درست بود. لگری به خوبی این نکته را متوجه شد. با این حال با تظاهر به عصبانیت گفت: حیوان تنبل، باز هم وزن سبد تو کم است. برو آنجا، حالا به خدمتت میرسم. زن آه بلندی کشید و در آن گوشه روی نیمکتی افتاد. کاسی جلو آمد و با غرور همیشگی خود سبد را جلو گذاشت. لگری در چشمان او نگاه میکرد. این نگاه ها تمسخرآمیز و همراه با نگرانی بود. زن چشمان درشت و سیاه خود را به او دوخت. لبهایش آهسته حرکت میکردند و به فرانسه چیزهایی به او میگفت. اما به لگری چه میگفت؟ هیچ کس نمیداند. اما هنگامی که سخن میگفت، لگری حالتی شیطانی و دیوانه وار به خود گرفت. او دستش را چنان بلند کرد که گویی میخواهد او را کتک بزند. زن متوجه این حرکت شد. چند ناسزا به او گفت و آنگاه به او پشت کرد و آهسته دور شد. لگری گفت: تام، تو بیا اینجا. تام جلو رفت. تام، میدانی که من تو را نخریدم برای اینکه به کارهای سخت وادار کنم. این را به تو گفته بودم و این اجازه را داری که اداره کارها را بر عهده بگیری. از امشب شروع کن. این زن را ببر و به او شلاق بزن. ببخشید ارباب، امیدوارم این کار را به عهده من نگذاری. من هرگز چنین کاری نکردم و نخواهم کرد. لگری گفت: خیلی کارها را تا به حال نکرده ای و حالا باید بکنی. و شلاق سیمی را به صورت تام زد و به دنبال آن سیلی و ضربه های سخت شروع شد. و پس از اینکه لگری خودش خسته شد گفت: باز هم نمیتوانی؟ بله ارباب، من شب و روز کار خواهم کرد، اما شلاق زدن را کار درستی نمیدانم و هرگز چنین کاری نخواهم کرد. صدای تام بسیار گرم و رفتار او محترمانه بود. لگری گمان میکرد که به آسانی او را تسلیم خواهد کرد. هنگامی که تام این آخرین کلمات را ادا کرد، حضار متعجب را نوعی وحشت فرا گرفت. زن بیچاره دستهایش را در هم گرفت و گفت: ای مسیح. و همه این سیاه روزان بی اختیار به یکدیگر نگاه می کردن و نفسشان را در سینه حبس کرده بودند. گویی هم اکنون طوفانی به پا خواهد شد. نخست لگری حیرت زده شد، اما در نهایت نتوانست خودداری کند و گفت: چطور؟ حیوان سیاه، دستور من درست نیست؟ شما حیوانهای بیشور مگر می توانید تشخیص بدهید که چه چیزی درست است و چه کاری درست نیست؟ تو خیال می کنی که هستی؟ پس تو عقیده داری که نباید این زن را شلاق زد؟ تام پاسخ داد: بله ارباب، آن بیچاره خیلی ضعیف است. شلاق زدن به او ظلم است. من چنین کاری نخواهم کرد. اگر می خواهید مرا بکشید. تام همچنان با آن صدای گرم خود سخن می گفت و پیدا بود که عزم او تا چه اندازه تزلزل ناپذیر است. لگری از خشم می لرزید و چشمانش برق می زدن. آنگاه با حالتی تمسخرآمیز گفت: خب، یک سگ مقدس میان ما پیدا شد و می خواهد ما را هدایت کند. نمی دانی که در انجیل آمده است: خدمتگزاران از ارباب خود اطاعت کنید. آیا من ارباب تو نیستم؟ مگر من برای آنچه در این کالبد سیاه تو جای دارد $1,200 پول ندادم؟ مگر تو به من تعلق نداری؟ و با چکمه های سنگین خود لگدی به تام زد. سپس گفت: جواب بده، زود باش. تام از شدت درد به خود می پیچید. این فشار ظالمانه پشت او را خم کرده بود. با این حال از این پرسش یک برق شادی در وجود او درخشید. او برخاست و با هیجان به آسمان نگاهی انداخت و در حالی که خون و اشک روی صورتش جاری بود گفت: نه، نه، روح من متعلق به شما نیست. شما آن را نخریده اید و نمی توانید بخرید. شما نمی توانید آن را تصاحب کنید. لگری پلید با لحنی تمسخرآمیز گفت: من نمی توانم. حالا معلوم می شود. سامبو، کیمبو، بیایید. این حیوان سیاه را چنان بزنید که تا یک ماه نتواند از جایش بلند شود. دو هیولا تام را گرفتند.
در چهره هر دوی آنان نشانه های وحشیگری خوانده می شد و در آن لحظه نمایانگر نیروی شیطانی بودند. همه برده ها در آن لحظه از جا برخاستند. سامبو و کیمبو تام را که مقاومتی نمی کرد با خود بردند. پایان.